در حالی که 64 زندانی همبند هدا صابر شهادت دادند که وی در پی اعتصاب غذای خود و بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان درگذشته، رسانه‌های حکومتی سعی دارند علت مرگ را طبیعی و ناشی از بیماری مزمن قلبی ذکر کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع با پروین بختیارنژاد از آشنایان خانوادگی مرحوم صابر مصاحبه انجام داده ایم که می‌شنوید. خانم بختیارنژاد، شما به عنوان کسی که سالها هدا صابر رو میشناختین، وقتی شنیدین که ایشون بدون داشتن هیچ گونه خواسته شخصی صرفاً برای اعتراض به شهادت حاله صحابی دست به اعتصاب غذا زده، چه احساسی داشتین؟ فکر میکردین عاقبت این اقدام اعتراضی آقای صابر چی میتونه باشه؟ همونطور که فرمودین که آقای هدا صابر در اعتراض به قتل حاله صحابی دست اعتصاب قضا زده بودن، از اینجایی که ایشون سالهای طولانی خانم حاله صحابی رو میشناختن، با خود آقای مهندس صحابی و ارتباط مستقیم بودن و سالها با ایشون همکاری داشتن، مسلما من که خانم حاله صحابی با اون وضعیت شوک شدیدی بوده برای ایشون، هم که برای همه این اتفاق افتاده بود. ولی نکته ای که در اعتراض ایشون هست این هست که زمانی که یک زندانی دست به اعتصاب قضا میزنه، جز وظایف مسئولین زندان هست که زندانی رو مرتبا تحت معاینه و مراقبت های مرتب قرار بدن و به موقع او رو به بیمارستان و مرکز درمانی و بیداری زندان برسونن. طبق شهادت 64 زندانی که الان نامشون هم در روی اکثر سایت ها گذاشته شده، اونها اعلام کردن که مثلا چنین مراقبت های مرتب و مکرری از آقای صابر و اینطور آقای دویرستانی انجام نشده، و که حتی در بهداری زندان هم زمانی که ایشون حالشون دیگه خیلی وقتی میشه پس از چندین روز اون مورد ضرب شست قرار میگیرن، طوری که وقتی ایشون برگشته بوده به حال بدتر و خیمتر پس از ساعتها فریادی که ایشون از شدت درد تونایی سینه داشتن ایشون رو منتقل به بیمارستان میکنن، در حالی که پزشکان بیمارستان هم اعلام کردن که اون زمان طلایی که واقعا میتونستن پزشکا به ایشون کمک بکنن از دست رفته بوده، زمانی که آقای صابر منتقل میشه به بیمارستان مدرس و متاسفانه پزشکان نتونستن کاری انجام بدن. نکته دیگه این که چند روز قبل از این که این اعتصاب قضا منجر ما یا صادر بشه، نامی به قلم آقای حسین شاه‌حسینی، آقای صدر تجاودی و انجام دکتر پیمان نوشته شده بود و از ایشون خواسته بودند که اعتصاب قضا خودشون پایان بدن. یعنی متاسفانه این نامه و این خبر به اطلاع آقای صادر و آقای دویرستانی نمیرسه. آقای صابر خیلی احترام زیادی برای آقای صدر تجاودی، دکتر پیمان و آقای شاه‌حسینی قائل بودن و اگر این خواسته اونها برایشون مطرح میشد به طور حتم ایشون اعتصاب قضا خودشون رو پایان میدادن. و اینها واقعا نکات مهمی هست که در پرونده مرگ آقای هدا صابر وجود داره که مسئولین قضایی و مسئولین زندان اوین باید پاسخگو باشن. آیا شما خاطراتی از آقای صابر دارین که ذکر اونا رو برای بیننده های ما مهم بدونین؟ آخرین دیداری که من قبل از بازداشتشون با آقای صابر داشتم، آقای صابر به همراه خانمشون تشریف آورده بودن نزد ما و از اینجایی که ایشون مدیر مؤسسه مهندیش بودند و در مؤسسه مهندیش پروژه های پژوهشی و آموزشی و کارآفرینی اجرا می شد، برای زنان حاشیه‌نشین شهر زاهدان کلاس‌های آموزشی و کارآفرینی و حرف‌آموزی گذاشته بودند، کلاس‌هایی گذاشته بودند که آموزش می‌داد که خود این خانم‌ها چطور صندوق‌های کوچک درست بکنن و این صندوق‌ها وام‌های خرد به زنان بدن. زمانی که من ایشون رو دیدم، ایشون خیلی خوشحال و مسرور از کارهایی که انجام داده بودند بودن و با شرف بسیاری تو به من گفتن که حقیقتا فعالین و روشنفکران در جامعه خیلی یکسویه عمل کردن، خیلی زیاد به سیاست پرداختن و ورودشون به حوزه‌های اجتماعی بسیار کم بوده و کم توجهی کردن در این سالها و ذهن ایشون پر از ایده و پر از کار و خدمات جدید برای این زنانو که
واقعا در محرومیت و تبعید و رنج بسیاری دارن زندگی میکنن، که اتفاقا همه اون کارهایی هم که ایشون انجام دادن پرونده قطعی شد برای ساعتهای متمادی بازجویی که ایشون برای چیز سفرهای متعددی به شهر زایدان داشتن چیکار میکردن، در حالی که یه پروژه‌ای بود که ایشون اجرا میکردن و همه چیزش مشخص و شفاف و روشن بود. متاسفانه این پروژه ناتمام موند و البته حتما ماستینانش این پروژه رو دنبال کرده، ولی از طرف آقای صابر ناتمام موند و ایشون راهی زندان شد. خیلی ممنون خانم بختیار نژاد از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.